با آغاز سال جدید تحصیلی در ایران، درس خارج بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزمی سید صادق حسین شیرازی دامظله نیز از سر گرفته شد. اولین جلسه درس خارج مرجعیت شیعه در سال تحصیلی جدید روز گذشته شنبه 16 مهر ماه 1401 با حضور علما، فضلا، خطبا، طلاب علوم دینی و وکلای مرجعیت در مسجد امام زین العابدین علیه السلام در شهر مقدس قم برگزار گردید. منابع خبری از آغاز انتقال زندانیان داعشی در نزدیکی حسکه در سوریه خبر دادند. در همین راستا شبکه المیادین به نقل از منابعی که به نامشان هیچ اشاره‌ای نکرده اعلام کرد، روند انتقال زندانیان داعشی با نظارت یک نقطه ایست و بازرسی ائتلاف بین‌المللی در کوی قویران صورت گرفته است. این منابع اعلام کردند که هیچ سرکشی و طغیان جدیدی از سوی زندانیان داعشی در زندان قویران و از صنعاء گزارش نشده است. بلوک آفریقایی شرقی IGAD، گروه‌های کمک رسان و شرکای توسعه خواستار هماهنگی بیشتر برای مبارزه با گرسنگی فزاینده در منطقه شدند. تخمین زده می‌شود که 51 میلیون نفر در سراسر آفریقای شرقی به غذا، آب و دارو نیاز مبرم دارند. مسلمانان که بیش از 29% از بقیه ادیان مهاجران مقیم ایتالیا را تشکیل می‌دهند، در گزارش جدید مهاجرت که توسط کاریتاس و بنیاد مهاجران کنفرانس اسقف‌های ایتالیا تهیه شده آمده، تعداد شهروندان مسلمان خارجی مقیم ایتالیا تا اول ژانویه 2022 به 1.5 میلیون نفر رسیده که در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. بیشتر این مهاجران مراکشی، آلبانیایی، بنگالی، پاکستانی، سنگالی، مصری و تونسی هستند.